من فکر کنم آقای احمدی نژاد شاید به قول شما یه اشتباهی میکنه، فکر میکنه ایرانو با عربستان، خودش هم با پیغمبر عوضی میگیره گاهی وقتا. البته توهم و اینا خیلی نقش داره. بله، اتفاقا یه خبری رو من امروز دیدم آقای نبوی که گفته بودن که من یادم الان دقیقاً نیست، فکر میخواستم با خودم بیارم پایین، که گفته بودن که آقای احمدی نژاد نامه‌هایی که نوشتن به اوباما و رهبران کشورهای اروپایی دقیقاً همون مثل نامه نوشتن حضرت پیغمبر بوده به خسرو پرویز. بله، مقایسه اینجوری هم شده. من فکر معلوم، البته معلوم نیست، یعنی این دو تا روایت هست. یکی یه روایتی رو آقای رحیمی گفتن که ظاهرا نامه‌هایی که پیغمبر مینوشته کپی بوده از رو نامه‌هایی که احمدی نژاد مینویسه به اوباما و اینا. یه فقط تفاوتش اینه که اون موقع مثلا به نامه‌های پیغمبر جواب میدادن، ولی الان کسی به نامه‌های آقای احمدی نژاد جواب نمیده، که بالاخره خب بالاخره منم بر اساس همون آیه شریفه منم نامه هاشو پاره کردم، عکساشو پاره کردم، فکر یه چاره کردم، ظاهرا اونا این رو گذاشتن کنار. بله آقای نبوی، خبرهای دیگه بود در مورد آقای احمدی نژاد؟ به هر حال خبر زیاده و شما مطلبم خب خیلی مینویسید در این ارتباط، اما در هفته های گذشته خیلی صحبت از موضوع حجاب بوده، طرح اجرای این طرح عفاف و حجاب بوده، قانون حجاب و عفاف در این باره خیلی صحبت شده. یکی از آخرین های اون این بوده که گفتن به دختران خوش حجاب 14 تا 17 سال بهشون کارت تقدیر میدن، تقدیرنامه میدن، ازشون به هر حال تقدیر میکنن. خب کاری میکنن، دستشون درد نکنه به هر حال. منتهی یه نکته ای که هست به نظرم همش اشتباهات بزرگ میشه توی این داستانا. اصلا حجاب ظاهرا اینا اعلام کردن که این قضیه کارت خوش حجابی رو من رفتم پیگیری کردم بس. که ظاهرا گفتن که به دختران خوش حجاب 7 تا 14 ساله قراره که کسایی که از حجاب برتر استفاده میکنن اینا به وسیله بانوان روحانی قرار شناسایی بشن، بهشون طی همایشی از اونا تجلیل بشه، که این من نمیدونم چرا موبایل بدون دلیل زنگ میزنه و آدم باید مجبور میشه خاموشش بکنه، چون اصولا یک همچین چیزایی تو قضیه حجاب هم نقش داره. اصولا ببین مسئله که وجود داره، شما در مورد حجاب وقتی میخواید حرف بزنید، نکته که میگن که حجاب برای اینه که یک زن دیده نشه، یعنی اون تبرج و این که مثلا خانم ها مثلا دیده میشن، تو چشم میان مثل برج، مثلا صاف مثلا همینجوری مثلا انگوش میره تو چش آدم، این مثل دوچار تبرج نشن خانم ها. حجاب برای اینه، یعنی در حقیق یه جور غیب کنه خانم ها. حجاب نمونه رو میخوان انتخاب بکنن مثل سالونای مثلا فشن نیست که مثلا بیان مثلا یه سر خانم تیلیک تیلیک را برن، بعد مثلا برگردن نگاه کنن بعد این خانمای دور و برم یه سر آدم نشسته شد، نه اینجوری نیست. این دخترها میرن تو سالن، بعد هر کدومشون که دیده نشن اینا برنده میشن، یعنی اینا در حقیقت میشینن، اونایی که میبینن و اسمشون رو یادداشت میکنن که اونا رو میدن مثلا نیرو انتظامی میگیرتشون، بقیه اونایی که نمیگیرن اونا رو بهشون ازشون تقدیر میکنن که طی همایش این کار صورت میگیره، که البته مسئله حجاب یه مقدار زیادی هم به مسئله آب و هوا و تابش آفتاب هم ربط داره که اونو بعدن تو خواهم داد. بله آقای نبوی، یه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اونم خودتون انتخاب کنیم. موضوعات هفته گذشته به هر حال نمایشگاه کتابه که در حال برگزاریه و همینطور دادگاه روزنامه کیهان برگزار شد، نتیجهش اعلام شد، در حال خبرها زیاد بوده.
آره ببینید، بله، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات روزنامه کیهان رو از کلیه اتهاماتش تبرئه کرد که این موضوع خب برای بعضی از افراد تعجب برانگیز بود، که من البته تعجب نکردم. من بیشتر به این فکر میکردم که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اصلا چجوری جرأت کرده که وایس روبروی شریعت مداری، که با توجه به اینکه خب این تجربه وجود داره که بارها و بارها از مسئولان مملکتی گفته شد که این وکلای ما خودشون مجرمن اصلا. بعد این خانم عبادی، خانم صدر، که جرأت نمی‌کنن برن توی ایران بندگان خدا، یعنی میدونن پاشونو بذارن میگیرنشون، یا مثلا یه آدم مثل آقای نعمت احمدی که اصلا مجرم به دنیا اومده که وکیل ایشون، اینا میرن سراغ آقای شریعت مداری و فکر میکنن راجبش، که اونم در مورد جلوی یک کسی که گازیه، که البته من با لحجه منظورم چیز نیست، این گازی منظورم این نبود که مثلا با لحجه بجم که این گازیه، یعنی اینا مثلا که آقای محسنی اجایی که خودشون گازی بودن، ایشون گاز گرفتن این آقای چیز رو، آقای سحرخیز رو، که اثرش بود که اونجای ایشون رو گاز گرفته بودن، که خیلی اثر خیلی ناجوری داشت. در مورد نمایشگاه کتابم من فکر میکنم که به هر حال این انتظار وجود داشته و خیلی چیز غیر طبیعی نیست. وقت ما هم در این لحظه تمام است و ازتون خدافظی میکنم، محشید عزیز، ما از شما تشکر میکنیم. هفته بعد.